درود فراوان قسمت دیگر از برنامه بهداشت روان در آریا تیوی رو اجرا میکنم من پوران پوراقبال هستم مشاور بارینی روان درمانگر و جامعه شناس و تخصص اصلی من روی افسردگی و اضطراب هستش امروز میخوایم راجبه روابط بین فردی صحبت بکنیم و این روابط بین فردی چند زیر داره که در قسمت های دیگه این برنامه من حتما در موردش صحبت خواهم کرد امروز راجع به موضوعی میخوایم صحبت کنیم که فکر میکنم برای خیلی با جالب توجه باشه مسئله روابط بین عروس و مادر شوهر اگر آب دستتون رو بزنید زمین بشینین یه مقدار گوش بکنید خصوص اگر هم عروس هستین و هم مادرشار و حتی عروس و مادرشار هم نیستین ولی خوبه که بدونیم روابط بین فردیمون چگونه داره شکل میگیره با ما باشید <موسیقی> خیلی مهمه که بدونیم روابط بین فردی تاثیر زیادی رو روی رو 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 روان ما روی زندگیمون روی رو سلامت فیزیک بدن ما میذاره تمام تحقیقات این رو نشون میده که ما وقتی که دوچار تنش میشیم تو روابط با دیگران تمام فیزیولوژی بدن ما تغییر پیدا میکنه و سیستم مغزمون و تاثیرش روی بدن روابط عروس و مادر شوهر چرا جالبه که بدونیم من توی تمام این سالهای کارهای بالینی خانواده های زیادی دیدم که این مشکلات رو دارن و در اثر تنشهایی که به وجود اومده و ندونستن اینکه که چگونه این مشکل رو حل بکنن به جایی رسیدن که یا میخوان طلاق بگیرن جدا بشن قطع رابطه بکنن و یا به جاهای دیگه میرسن لازم نیست که ما این کار بکنیم ما اگر یه مقدار حد و مرز هامون رو بیشتر بدونیم راجبش و بتونیم حد و مرز بذاریم چه برای مادر شوهر چه برای مادر پدر خودمون و خانواده و دوستان عزیزمون خیلی هممون خوشحالتر راحتتر زندگی خواهیم کرد اگر عروس هستین این رو بدونین که مادر همسر شما مسلما بهترین رو برای فرزندش میخواد همه مادر رو بهترین رو برای فرزندش میخوان ولی ما یه سیستم فرهنگی قدیمی داریم ما که مادران روی پسرها زیاد تکیه میکردن چرا که پسرها قرار بود که نانآور خانواده باشن البته الان روز روزگار فرق کرده و این مادران همچنان اون فرهنگ رو برخی از مادران همچنان اون فرهنگ رو تو مغزشون نگه داشتن و اگر عروس هستیم بدونین که مشکلات با مادر شوهر رو میتونین با خودش حل بکنین رازم نیستش که این رو رو همسرتون انتقال بدین رازم نیستش که باعث ناراحتی های بیشتر برای خودتون بشه وقتی که دوری بکنین از مسئله یا بخواین قهر بکنین اینها با این مادر بشین صحبت بکنین با آرومی با احترام با مهربانی و بگی میدونید چیه دیگه اون روزگار گذشته بذار هم شما احترام خودت رو داشته باشی هم من اگر مادر شوهر هستید این رو بدونید که برای سلامتی خودتون هم که شده خیلی خوبه این حد و مرز رو با, با عروس داشته باشین که و بدونین به حال اونم ایشون هم زندگی خودش رو میخواد و دیگه گذشت اون روزگار که ما بخوایم که مسائل خودمون رو با مسائل فرزندانمون قاطی بکنیم این مقدار برای خودتون احترام بیشتر بخریم و واقعا این روابط رو یه نگاهی بازنگری توش بکنید. مسائل مهاجرت البته تاثیر خیلی زیادی داره روی مسئله به خصوص خانوادهایی که میان و بعد حالا چه پدر مادرها برای ملاقات میان برای دیدار میان یا برای ماندن میان و به هر حال شرایط مهاجرت یه خورده باعث میشه که روابط تنگتر بشه اگر محیطشون خونه که وجود داره فرق خانواده توش دارن زندگی میکنن یه آپارتمان دو و خانواده داره میاد و همه میخوان توی محیط باشن و به هر حال سختیهایی وجود داره. یک اینو بدونیم که ما تو روابط بین فردی میتونیم، حد و مرزهای خودمون نگه داریم با چی؟ با دخالت نکردن تو کار دیگری با نظر ندادن با نصیحت نکردن با نگه داشتن نظراتمون برای خودمون چرا این مهمه؟ چون وقتی که شما این کار رو بکنین دیگری حالا چه عروس باشه چه مادر چه چه هر کس دیگه اونا بیشتر دوست دارن با شما ارتباط بگن در کنار شما احساس آرامش بیشتر میکنن امنیت دارن و وقتی که احساس نکنن که شما همش دارین اونها رو مورد قضاوت قرار میدی با نصیحت کردن با انتقال نظر دادن با اینکه تعریف کردن هیستوری که شما چه گونه زندگی میکردین اون موقع و الان این عروس یا این دختر یا حال هر کسی هست چه جوری باز نکنه این یه مقدار آرامش به وجود میارین وقتی که این نظرات رو ندین و سعی بکنین جایگاه خودتون رو جایگاه پر از عشق و علاقه و مهر و محبت نگه بدارین و از برخوردهای بیشتر جلوگیری بی... جلو خواهین خواهیم کرد و اگر مادر شوهر هستین و عروس هستین باز هم فرق نمی کنه یادمون باشه روابط بین فردی خیلی مهم هستش که هر کسی جای خودش رو داشته باشه شما جای خودتون رو داشته باشین مادر شوهر جای خودش رو داشته باشه همسر جای خودش رو داشته باشه و درست کردن مثلث رابطه‌ای که یک سر شما باشین و مادر و بعد یه سر دیگه همسر این در حقیقت خیلی مشکل ایجاد میکنه چرا؟ شما میان به همسرتون یه چیز میگین که مادر این رو گفت ایشون میخواد تنش رو کمتر بکنه میره چیزی میگه و دوباره این نظرها های فورد داره انتقال پیدا میکنه و مشکل میشه ما یه توی بخور در حقیقت درمان انزایتی، درمان استراب و افسردگی یک روش رو استفاده میکنیم و برای بیهیویر تراپی در حقیقت کاغنیتیو بیهیویر تراپی میگیم incompatible behavior اگر یک روشی رو شما تا به حال استفاده کردی که درمان نه در حقیقت میبینی که نتیجه خوب نمیده خب چیکار باید کرد اون روش رو دیگه استفاده نمی اگه صد بار از این مستقیم رفتیم و خوردیم به دیوار میبینیم که در به طرف راستمون هستش یا چپمون هستش چه بهتر که از در استفاده بکنیم نه از دیوار و رفتارهامون رو اینجوری میتونیم عوض بکنیم که خیلی نتیجه نمیده باعث تنش میشه من ازش گذر میکنم من برای خودم شخصیت بیشتری از این قائل هستم که بخوام اصرار کنم که نظر من درسته و بمونم توش و چون اینو یادمون باشه من اختلافات فرهنگی ما هممون هم با هم اختلاف فرهنگی داریم هر افراد یک خانواده که زیر یک سقف بزرگ شدن میتونن با هم اختلاف فرهنگی داشته باشن بستگی به نوع برخوردی که با اونها شده بستگی به رفتارهایی که تو محیط دیدن بعدها دیدن تو بزرگسالی و میتونیم تفاوت های فرهنگی این تفاوت فردی داریم ما تفاوت های فرهنگی داریم معلومه یک خانواده با یک خانواده دیگه داره وصلت میکنه معلومه که تفاوت فرهنگی وجود داره نوع دیدشون به زندگی فرم کنه نوع برخوردشون با مسائل حل مسئله حل مشکل تصمیم گیری، انتخاب خب معلومه که اینو فرق میکنه این چیزی نیستش که بخوایم تو سر همدیگه دیگه بزنیم اما تفاوت فرهنگی داریم خب بله هممون داریم چه بهتر که بعد داشته باشیم و چه بهتر که اونها رو بشناسیم از روز اول شناسایی کنیم و ببینیم تو چه ای داریم وارد میشیم و حالا به هر حال روی سخنم دوباره امروز من به عروس و مادر شوهرها هستش و بود که یه مقدار بیشتر روابطتون رو بازبینی بکنید سلامتی رابطه Okay. سلامتی جسم و روح و روان میاره و خانواده ها خوشحالتر خواهند بود به خصوص اگر تو شرایط مهاجرت هستین جا مکانتون عوض شده محیط عوض شده با مسائل دیگه تو زندگی دارین دست پنجه نرم میکنین و این هم مزید بر علت شده یا مشکلات بیشتری رو به وجود آورده میتونیم رابطه همون رو سالمتر کنیم اگر بخوایم اگر تصمیم بگیریم و رفتار برعکس بکنیم اون رفتاری که جواب نمیده دیگه انجام نمیدیم با آدیو تیوی در تماس باشید و ویدیوهای ما رو توی یوتیوب نگاه بکنید مسائل زیادی رو مطرح میکنیم و جلسه آینده یکی دیگه از نکات مهم روابط بین فردی رو مطرح خواهم کرد متشکرم درود بر شما تا جلسه بعد